با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم در ساعت 9:30 دقیقه به وقت تهران، یکی بعد از ظهر به وقت واشنگتن آفتابی و ساعت 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو همراه با میهمانان این شماره تفسیر خبر. چون دوشنبه های اخیر در برنامه امشب تفسیر خبر میپردازیم به آخرین اخبار و رویدادها در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، یا بهتر است بگوییم نقض حقوق بشر در ایران، قطع دست و پای یک شهروند ایرانی، آنچه که داعش در عراق و سوریه انجام میدهد در ایران به شکل قانونی انجام می شود. دراویش گنابادی در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. همسر یکی از دراویش زندانی نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی منتشر کرده است. بر سر زندانیان سیاسی دیگر چه آمده و چه می آید در زندانهای ولی فقیه و چند تن از زندانیان از جمله سهیل عربی همچنان در معرض اعدام قرار دارند. و نیز در بخش دوم برنامه می‌پردازیم به نقش سازمان ملل متحد، آیا یک سازمان اجرایی است یا آنگونه که بسیاری می‌گویند سازمانی عریض و طویل بدون داشتن نقشی مؤثر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشورهای عضو. در نیمه نخست برنامه با من و شما هستند خانم مهوش الاسفندی از نهاد مادران علیه اعدام. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما خانم الاسفندی در تورنتو کانادا. سلام و درود دارم خدمت شما و همه بینندگان ایران فردا در سراسر دنیا. خانم الاسفندی، معمولا خبرهای ما متاسفانه در تفسیر خبر، خبرها از ایران خبرهای خوشحال کننده نیست، به ویژه در برنامه دوشنبه که مربوط به وضعیت حقوق بشر هست در ایران. در زندان‌های ایران چند نفر در آستانه یا خطر اعدام تهدیدشون می‌کنه، سهیل عربی و چند جوان ایرانی دیگه، ریحانه و بقیه. آخرین خبرها رو از شما می‌شنویم. بله، متاسفانه وقتی که صحبت از جان انسان میشه ما میبینیم که خبرها اصلا خوب نیست که از ایران میاد، ولی به هر حال ما امیدواریم که وضعیت تغییر کنه و همین جور نمونه، چون یه واقعیت هست که هیچ وقت ظلم پایدار نیست توسط هر کسی که باشه. خبر جدیدی که ما داریم، یعنی آخرین خبری که داریم، آقای محمد علی جداری فروغی وکیل پایه‌ای که دادگستری عصر دیروز اعلام کردن، یعنی در واقع ایشون وکیل ریحانه جباری بودن که به واسطه ریحانه جباری وکالت سحر مهابادی رو هم از درون زندان پذیرفته بودن. سحر مهابادی هم حکمشون اعدام بوده، در واقع ایشون هم به قصاص محکوم شدن عین ریحانه جباری. ولی دیروز این خبر اومده که آقای جداری اعلام کردن که خانم ریحانه جباری
ایشون رو از وکالت خودشون عزل کردن و چون به توصیه ریحانه جباری ایشون وکالت سحر مهابادی منفرد رو هم پذیرفته بودن، در پی عزل توسط ریحانه جباری در واقع از وکالت سحر مهابادی هم استعفا میدن و ایشون میگه که من آرزو دارم که هر دوشون آزاد و رها بشن. و اصل مطلب اینه که این وکیلی که خودشون میگن که من بدون اینکه از آن اونها پولی بخوام وکالت رو پذیرفتم و تا حالا هم این کار رو انجام دادن و هیچ مشکلی هم نداشتن، الان یک دفعه این اتفاق میفته و در پی اعلام این جریان سحر مهابادی که رسانه‌ای میشه و عکسش میاد بیرون و کمپین هایی که برای نجات سحر انجام میشه و من جمله خود ما هم سه‌شنبه گذشته یک کمپین در این رابطه داشتیم، یک دفعه این اتفاق میفته که ریحانه ایشون رو عزل میکنن از وکالتشون. البته ما امیدواریم که مسئله بدی نباشه، ولی اون چه که مسلمه جمهوری اسلامی کارهایی که انجام میده، نیرنگهایی که انجام میده، ما میخوایم بگیم که ما حواسمون هست و اگر این اتفاق افتاده یک سر قضیه که سر اصلی قضیه است برمیگرده طرف جمهوری اسلامی که به نوعی خواسته این اعدام، همون جوری که تو هفته قبل صحبت شد، تو هفته قبل میخواد که این کارها رو در کمال خفا انجام بده که شما خودتون هم نسبت به این مسئله اذعان داشتید. و آقای سهیل عربی هم در واقع یک بخشی از همین مسئله اعدام هاست که حالا اگر در این رابطه آقای جداری فروغی شما سوالی ندارید، ما بپردازیم به آقای سهیل عربی. حتما، به خصوص این که درباره آقای جداری فروغی در برنامه‌های آینده صحبت خواهیم کرد، در صورت که اطلاعات بیشتری هم داشته باشیم درباره علت برکناری ایشون یا عزل وکالتشون. ولی به هر حال درباره آقای سهیل عربی، آقای سهیل عربی هم یکی از جوانانی هستند که ایشون 30 سال سن داره، یک دختر 5 ساله داره و در آبان ماه سال 1392 توسط سپاه پاسداران بازداشت شد. مدت 2 ماه رو تحت بازجویی قرار داشته و در سلول انفرادی به سر برده. حالا بعد از این 2 سال، بعد از اینکه این اتفاقات افتاده، شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی روز 8 شهریور سال جاری، یعنی همین امسال، با حضور 5 قاضی اومدن و پرونده آقای عربی رو بررسی کردن. این 5 قاضی 3 رأی موافق بوده، 2 رأی مخالف، دوباره حکم اعدام سهیل عربی رو تایید کردن و آقای عربی اعلام کرده که اون اعترافاتی که من داشتم در رابطه با این پرونده، در رابطه با این اعترافات من بر اساس شکنجه بوده، بر اساس، و من اونها رو قبول ندارم چون تحت فشار بوده. ولی دادگاه اومده این حکم رو، این اعترافات رو رد کرده و گفته که تحت عنوان انکار پس از اقرار اونها رو نپذیرفته، یعنی در واقع اومده طبق اون چیزی که خودش خواست خود دادگاه هست ایشون رو محکوم کرده و به اعدام محکوم کرده. آقای سهیل عربی در این رابطه، در رابطه اینکه توهین به پیغمبر اسلامه، دارای 3 تا پرونده دیگه مشابه همین پرونده هست، یعنی در واقع تمام این پرونده ها رو به اتهام، یکیش به اتهام توهین به رئیس سابق دانشگاه علامه، یعنی آقای حداد، و همینطور آقای حداد عادل، یکی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی،
و دیگه اینکه توهین به ریاست جمهوری. در واقع تمام این داد، این جلسات و این اتهام هایی که به سهیل عربی بسته شده، همه اتهاماتی هستن که در واقع توهین کلامیه و یا نوشتنه. یعنی هیچ کدوم از اتهاماتی که با آقای سهیل عربی زدن هیچ کدوم عملی نیست، همش بر اساس اون چه که فکر کرده و اون چه که بیان کرده، یعنی به زبان آورده، و اون چه که نوشته است. در واقع اتهامات آقای سهیل عربی به این اتهامات هست و ایشون رو میخوان اعدام کنن. خب ببینید خانم رسن، دو سه موضوع هست در همین زمینه. حتی قانون خود جمهوری اسلامی در این مورد یک بند بعدیش از 262 و 263 هست که چنانچه فرد مثلا اذعان بکنه که وقتی سب به نبی کرده، یعنی اهانت کرده به پیغمبر، مثلا حواسش نبوده، خب مشمول یه قانون دیگه میشه، نه اعدام. حالا به این قوانین اصلا من کاری ندارم تا چند روزه معتبر هست، درست امروزی هست، متمدنانه هست یا نیست. اما نکته این هستش که ملایان شیعه و روحانیت شیعه سالیان سال بر منبر گفتن و حتی اهل سنت هم که پیامبر اسلام وقتی که در مدینه بود و وقتی که به توهین میکردن و حتی به روایت هست که مثلا نمیدونم بر سر ایشون خاکستر میگفتن، یه روز که نرختین رفتون بالا پرسیده که چی شده، یادت کرده از اون آدم که مریض بوده. و وقتی که به مدینه آمد، از مدینه آمد به فتح مکه، تمام اونهایی رو که اهانت کرد باشون ملاقات کرد یا بخشید یا حتی هیچ گرفتاری براشون نمید. این روایه درست نادرست من وارد اون بحث نمیشه، ولی این هست، در تاریخ اسلام هست. چطور میشه که یه جوان ایرانی رو در فیسبوک هرچی که نوشته اینو اعدام کن؟ اگر اهانت به پیامبر و اسلام هست، روحانیون دیگه هستن مثل آقای کاظمنی بروجردی که میگه کل این نظام اهانت به اسلام و پیامبر هست. دقیقا ولایت فقیه خودش اهانت بزرگیست به اسلام، روایت بقیه روحانی. این مدتی که در اسلام آوردن به گفته اهل سنت، این بزرگترین اهانت به اسلام و پیامبر هست به گفته باز روحانیون اهل سنت و روحانیون شیعه. حتی به هر حال این یا اهانت به هر چی که هست، اینجا در کشورهای دموکراتیک می‌بینین چقدر انتقاد می‌کنن آقای از رئیس جمهور، مسئولان فلان، کوچکترین انتقاد از آقای خامنه ای سزاش مرگ است. امید رضا میرسیافی فقط یک پرسش داشت، آقای خامنه ای ما فرزندان ایران هستیم، شما فرزندان غزه رو ول کنید به ما برسید، گرفتن جوان مردم رو در زندان کشتن. به هر حال متاسفانه میگم خبرها چندان خوشایند نیست. ببینید همین کاری که داعش خانمه حراسمندی عزیز انجام میده، که آقای خامنه ای از بیمارستان اومده و گفته من در اونجا تعقیب میکردم چه و چه به قول خودشون، در ایران قطع دست و پا قانونه. داعش من کار غیر از این میکنه. ما روی تصویر داریم میبینیم آقای رسول سفری، رضا سفری و بقیه. آیا این چه تأثیری داره این داستان ها؟ عوض یک انسان، عوض بدن انسان، دستشو پاشو قطع کردن، اگر هم جرم ثابت شده از سرقت، و بعد بقیه سرقت های کلان راست راست را میدن. قضیه چیه؟ آقای سعید مرتضوی حتی رئیس دستگاه قضایی میگه آقا بیان پولا رو بدن آقای بابک زنجانی، اینا ما کاری باشون نداریم. بفهم دقیقا همینطوری که شما فرمودید. ببینید آقای رضا سفری که وقتی که ما میگیم که ایشون رو یه دست و یه پاش رو قطع کردن، در واقع ببینید قطع اعضای بدن اعدام قسمتی از اعضای بدنه، یعنی عملا شما از اون قسمت بدن رو ساقط میکنید، یعنی اصلا دیگه هیچ کارایی نداره، یعنی در واقع اعدام کردید. خب شما اگر تماما
که خود آقای رضای سفری در رابطه با این مسئله توی زندان میگه بارها میگفتم ای کاش منو اعدام میکردن. شما دست و پا رو قطع میکنید، ایشون باید بره کار بکنه. چه جوری باید بره کار بکنه؟ که آقای ملکی عزیز هم، دکتر ملکی عزیز هم در رابطه با این موضوع توی ایران صحبت کردن و گفتن شما میاید و سارقین رو و دزدها رو میاید دستشون رو قطع میکنید و بعد انتظار دارید اینا برگردن توی جامعه و زندگی بکنن. و یا کسایی رو که به اتهام مواد مخدر اعدام میکنید، خانواده های اونها بعد از اینها چجوری زندگیشون رو بگردونن؟ بچه هاشون چجوری زندگیشون رو بگردونن؟ بحث سر اینه که این جریانات همه خودی و غیر خودی داره، همونطوری که خودتون گفتید بابک زنجانی، اگر قراره یک مسئله یا دزدی بده یا خوبه، این نمیتونه برای بخشی از جامعه که دارن جامعه رو میگردونن، دارن حکومت میکنن، دزدی خوب باشه، اون هم به صورت کلان دزدی خوب باشه، ولی برای اون قشر پایین جامعه دزدی بده. اگر اسلام طبق قوانین اسلام، طبق چیزی که تا حالا توی کتابهای دینی به ما آموزش دادن، میگفتن سرقت دزدی بده، ولی ما نمیدونیم الان کدوم قسمت خوبه کدوم قسمت بده. اینکه جناب چالنگی عزیز ما میگیم که اعدام در رابطه با سارق و یا در رابطه با دزد و یا قاچاق مواد مخدر و یا هر کدوم از این اتهامات اعدام نباشه، در واقع ما تایید جرم نمی کنیم. ما نمی خواهیم بگیم که مجرم رو باید آزاد گذاشت که هر کاری دلش میخواد انجام بده. بحث سر نوع مجازات هاست، بحث سر اینه که آیا شما قصدتون سازندگی هست، قصدتون انسان پروری هست، قصدتون این هست که انسان باید برگرده به جامعه یا نه. ما در رابطه با آماری که در رابطه با اعدام ها داریم و اعدام ها همینجور داره گسترش پیدا میکنه، ما میبینیم این همه انسان رو اعدام کردن، باز هم داره ادامه پیدا میکنه. یعنی اگر واقعا این عملی که شما دارید انجام میدید باعث عبرت سایرین بوده، باعث لغو اون نوع جرم ها در سطح جامعه بوده، چرا باز هم ادامه پیدا میکنه؟ پس نشون دهنده اینه که این کار شما کارساز نبوده و نتونست نقش مثبتی رو ارائه بده در جهت بهبود وضع جامعه. پس باید شما برگردید و قوانینتون رو اصلاح بکنید، قوانین مجازاتتون رو اصلاح بکنید. این قسمت قضیه است که مهمه. ما در این رابطه اون چه که مسلمه، این نوع اعدام ها و این نوع برخورد ها، همین سهیل عربی نشون میده که جمهوری اسلامی با بیان آزاد اندیشه مخالفه، نمیخواد هیچ اندیشه مخالفی در اون کشور رشد پیدا کنه. ما برمیگردیم به سمت اون گزارشایی که داشتیم. یکی از وکلای حقوق بشریمون آقای عبدالفتاح سلطانی هست که به خاطر دفاع از موکلینش درون زندانه. ایشون رو با توجه به اینکه دادستانی قول داده بودن که به بیمارستان منتقلشون کنن به خاطر وضعیت جسمی و شرایط خیلی بد بیماری که دارن، قول داده بودن که ایشون رو به بیمارستان منتقل کنن و همین دیروز، همین دیشب دوباره خبر رسیده که ایشون رو انتقال ندادن به بیمارستان، تو شرایط خیلی بدی به سر میبره. بخش بعدی قضیه دراویش گنابادی هستن. بله حتما به موضوع دراویش گنابادی خواهیم رسید. من تو یک نکته رو شما در دابلای صحبتتون اشاره کردین خانم الاسفندی، خانواده زندانیانی که اعدام میشن، اثر این اعدام ها بر خانواده ها چیه؟ چه پیامدهایی در میون خانواده ها داره؟ آنچه که مسلمه وقتی که یک نفر رو میکشن اعدام یک نفر نیست، مجازات یک نفر نیست. ببینید همه آدم ها میمیرن، یک واقعیتی، یک حقیقتی که همه ما میمیریم، حالا به هر طریقی که بمیریم. من میگم که یک نفر رو شما به هر اتهامی اون رو میکشید، فقط اون شخص رو مجازات نمیکنید، بلکه اون شخص میمیره.
اون شخص میمیره و میره، ولی اون مجازاتی که شما به خاطر اون شخص به جامعه، به خانواده، به دوست، به همسایه تحمیل میکنید، یک طیف خیلی وسیع رو در نظر میگیره. یعنی در واقع شما یک طیف خیلی وسیع رو اعدام میکنید. شخص رو شما فقط نمیکشید به خاطر جرمی که حالا مرتکب شده یا نشده. شما ببینید، خود من برای مثال وقتی که میخوام ساعتم رو، آلارم ساعت رو بذارم، اون دوران 13 ماهی که فرزندانم تو زندان بودن، اون برام تداعی میشه و تمام بدنم از درون شروع به لرزش میکنه که این صدای آلارم زنگ اون 13 ماه رو برای من تداعی میکنه. فصلهای بهار، فصل پاییز، فصل بهار فصلیه که بچه های من رو اعدام کردن. این فصل میتونه بیانگر زندگی باشه. ما میدونیم از 4 فصلی که توی زندگی ما میگذره، فصل بهار فصل شکوفاییه، فصلیه که به عنوان مظهر زندگی سرآمد تمام فصل هاست. ولی برای من مادر، برای خانواده محمد و عبدالله، برای دوستان، برای فامیل، برای اون جامعه، یعنی قتل، یعنی مرگ. و این یکی از اون پیامدهایی است که دچار خانواده میشه. این یک نکته خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه، ولی میدونید که آسیب بسیار بزرگی میزنه به خانواده و دوستان و همسایه ها و فامیل ها. این یک بخش کوچیکه که من گفتم. من میدونم توی این قسمت قضیه ما، توی این بخش تفسیر خبر، وقت نداریم زیاده به این آسیب ها بپردازیم، ولی آسیب ها متاسفانه خیلی جدیه، بیشتر از اون چه که بخواد متوجه اون شخصی که مجازات شده باشه، متوجه خانواده اون شخصه، متوجه بستگان و همشهری های اون شخصه. متاسفانه نه تنها این برنامه، بلکه ساعتها و روزها و شبان روزها نیز کافی نخواهد بود برای برشمردن آنچه که خانواده های ایرانی در 35 سال پس از انقلاب اسلامی شاهد اون بودند، عزیزان خودشون رو از دست دادن توسط جوخه های اعدام ولایت فقیه و به شکل های مختلف در خیابان‌ها، آنگونه که دیدیم ندا آقا سلطان، سهراب عرابی و بسیاری دیگر جوانان ایرانی، و حتی در جنگی که به اصرار روحانیت شیعه برای تحکیم پایه‌های قدرت خودش 8 سال دوام آورد و ده‌ها بلکه صدها هزار جوان ایرانی رو به کشتن داد و حاصلی جز ویرانی برای ایران نداشت، ادامه جنگ و حاصلی جز تکیه زدن بر مسند قدرت نیز نداشت، فقط برای روحانیت شیعه و اطرافیان و کارگزاران آنها جنگ، همان گونه که خمینی، آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، تأکید کرد موهبتی الهی. اما درباره قضات جمهوری اسلامی نه من، نه خانم الاسفندی، بلکه آیت الله حسین علی منتظری رو مطالعه کنید در خاطراتش درباره جنایتکار بودن بسیاری از قضات شرع جمهوری اسلامی و عدم صلاحیت آن چه جنایاتی مرتکب شدند. آیت الله حسین علی منتظری، واضح ولایت فقیه. خانم الاسفندی عزیز، ببینید، در حکومت جمهوری اسلامی تنها حکومتی در جهان هست که وکلای دادگستری نیز به زندان رفتن به تعداد بسیار زیاد. تنها حکومتی در تاریخ معاصر جهان هست و نه ایران که از همه اقشار اصناف در زندان هستند، از همه مذاهب هست و تنها حکومتی هست در تاریخ معاصر جهان
که رسماً توسط رهبرانش اعلام کرده ما حقوق بشر رو قبول نداریم و تنها حکومتی هست در منطقه که دراویش رو هم در زندان داره. همسر یکی از دراویش نامه سرگشادهی منتشر کرده که قطعا شما خوندید چه بر سر همسرش آمده و بقیه درویش هایی که در زندان. شما به ما بگید قضیه چی هست خانم الاسفند؟ درویش که با کسی سر جنگ نداره. بله ببینید، وقتی که صحبت میشه از حکومتی که با کشتار و با گردن زدن احساس قدرت میکنه و احساس میکنه که اون وظیفه که باید وظیفه دینیش رو باید انجام بده و متاسفانه اون کسانی که دارن کشور ما رو میگردونن و حکومت میکنن همه بر اساس همون تربیت اسلامی دارن کشور رو میگردونن. تربیت اسلامی میگه که به خاطر اسلام، به خاطر تثبیت اسلام گردن بزن، بکش، به قتل برسون برای اینکه بخوای اسلام رو. و در رابطه با آقای منتظری شما صحبت کردید. آقای منتظری تنها کسی بودن که شهامت داشتن و اقرار کردن که ما اشتباه کردیم و به همون دلیل هم ایشون خانه نشین شدن. کسی که خودشون نان ولایت فقیر رو توی دامن این جامعه گذاشتن، یعنی در واقع ولایت فقیر رو ایشون به مردم ایران تحمیل کردن، ولی در آخر به حدی رسیدن که خودشون هم خونه نشین شدن و وقتی میخواستن اون آقایونی که میامدن، مسئولینی که میامدن و میخواستن از اینها صحبت کنن، میگفتن اون شخص حتی اسمش رو هم نمی آوردن. و در رابطه با دراویش گنابادی ما گزارشی که داریم، من فکر میکنم به دلیل کمی وقت بهتره بپردازیم به این وضعیت دراویش گنابادی و ترجیح میدم اسامیشون رو عنوان بکنم، چون این خبرگزاری هرانا در رابطه با وضعیت و سلامت روزنامه نگاران و وبنگارانی که با وجود بیماری از درمان لازم محروم شده اند، یعنی همین دراویش گنابادی، به نقل از رادیو زمانه اسامی که اعلام کردن، یکی آقای رضا انتصاری، حمید رضا مرادی، مصطفی عبدی، کسرا نوری، افشین کرمپور، روزنامه نگاران و وبنگاران همکار سایت مجذوبان نور، سایت نزدیک به دراویش گنابادی و وکلای زندانی آنها. ببینید اینها وکلای اونا: امیر اسلامی، فرشید یداللهی، مصطفی دانشجو، امید بهروزی، که اینها از تاریخ 9 شهریور در اعتراض به وضعیت بازداشت خود در اعتصاب قضا به سر میبرند، یعنی و وضعیتشون رو هم خیلی وخیم اعلام کردن. اینها واقعا ما نگرانشون هستیم، از نظر سلامتی در خطر هستن. و اینکه از جمله رضا انتصاری و مصطفی دانشجو و حمید رضا مرادی، این از اینهایی رو که گفتم و افشین کرمپور، این 4 نفر به شکل جدی بیمار هستند، بارها در زندان دچار عارضه‌های مختلف شدن، با این حال همچنان از درمان لازم محروم و مقامات قضایی و امنیتی زندان به ندرت به اونها اجازه بستری شدن در بیمارستان رو میدن. و همینطوری که رضا معینی، پژوهشگر دفتر ایران و افغانستان، گفته که این دراویش گنابادی رو اجازه نمیدن بستری بشن به بیمارستان، حالشون خیلی وخیمه. ولی شما تو این هفته اخیر میبینید که آقای خامنه ای به دلیل بستری شدن توی بیمارستان برای عمل پروستات ساده چه بساطی رو انداخته. سپاسگزار هستیم خانم الاسفندی عزیز، با سپاس بسیار امیدواریم در برنامه های آینده به طور نسبی هم شده خبرهای بهتری داشته باشیم.
زنده باشید و سپاس از شما که به من این فرصت رو دادید در خدمت شما عزیزان باشم. سپاسی دوباره از شما. پی خواهیم گرفت. تفسیر خبر رو این رو هم بگم، با نشانی که روی صفحه تلویزیونتون مشاهده میکنید میتونید با بنیاد مادران، نهاد مادران علیه اعدام تماس بگیرید، اطلاعاتی اگر در این زمینه نقض حقوق بشر دارید در اختیار نهاد مادران علیه اعدام قرار بگیرید. نهاد مادران علیه اعدام، بنیانگذار خانم علی‌اسفندی گرامی. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر خانم هما سرشار با من و شما عزیزان خواهد. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند خانم هما سرشار در لس آنجلس. نیاز به معرفی بیشتری ندارن. روزنامه‌نگار، نویسنده، پژوهشگر و صاحب آثار متعدد. سلام به شما خانم سرشار گرامی. درود بر شما آقای جمشید چانگی عزیز و سلام به بینندگانتون و علاقمندان برنامه شما. خانم سرشار، الان در واقع در همین آمریکا اخبار، بخش بزرگی از اخبار سیاسی هرچی که هست مربوط به خاورمیانه مربوط به داعش میشه. سربریدن‌های پیاپی داعش و اقدامات داعش در زمینه‌های دیگه. عده‌ای از گزارشگران در کشورهای مختلف از جمله آقای عبدالرحمن راشد، روزنامه‌نگار مشهور عرب، حرفی رو زدن که آنچه که داعش انجام میده همان چیزی است که در ایران هم انجام میشود، یا به عبارت دیگه آنچه که داعش انجام میده در ایران شکل قانونی داره. آخرین نمونش قطع دست و پای یک شهروند ایرانی هست به اتهام یا به جرم ثابت شده سرقت مختصر برای گذران زندگی، رضا سفری. این تقارن، این تشابه، این تشبیر رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ والا ایران در ایران تنها این اتفاق نمیفته آقای چارنگ، بسیار از کشورهای دیگه از جمله متحد سرسخت یا امروزین امریکا برای مبارزه با داعش خودشون در عربستان سعودی هفته گذشته 4 تا گردن زدن. بنابراین این قوانینی است که رژیم ها و حکومت هایی که معتقدن که باید قوانین شرع رو پیاده بکنن بدون اینکه مشکلی داشته باشن این قوانین رو اجرا میکنن. جمهوری اسلامی هم مبرر از این قضیه نیست، منتها خب تفاوت هستیشون اینه که برای تبلیغ این کاری که انجام میدن که میدونن ضد هر نوع اخلاق انسانی است و ضد هر نوع قانون جهانی حقوق انسان هاست، در موردش تبلیغ و سرصدا نمی کنن. ولی خب بعضی از موارد رو هم می بینید که همچنان هنوز ادامه داره با وجود تمام اعتراض هایی که شده در سراسر جهان نسبت به آنچه که در این زمینه ها می گذره. مثلا اعدام در ملأ عام، هنوز هم در جمهوری اسلامی ایران اعدام رو در ملأ عام و در میادین می کنن. همیشه موقعی که در مورد این مسائل صحبت می کنیم به این نکته اساسی میرسیم که موقعی که قوانین مبتنی بر قوانین مذهبی و دینی و شرعی باشه، بسیاری از مشکلات و مسائل از نظر مجریان اونها حله، چون که این دستور مذهبی است، دستور خدایی است، دستور کتابی است و اجرا کردنش اجازه نداره از نظر اون. بله، البته خب در عربستان این قوانین اجرا میشد، از صدر اسلام تا به امروز ادامه داشته، ادامه داره و به شکلی که هست و همه میدونه بدون هیچ تردید چنین هست. اما تفاوتی که داره در ایران چنین سابقه به این شکل نداشته. در قرن‌های گذشته بله باز وجود داشته، در ایران نمیشه منکر شد. در دوران معاصر حرف جدیدیست، اقدام جدیدیست و نکته مهمتر این که همین حکومت مدعی هست که بهترین دموکراسی رو برای مردم آورده. حکومت عربستان چون این
ادعایی نداره، یا حکومت‌های دیگه یا داعش یا بقیهشون، یعنی مدعی هستن که جهان باید الگوشو از ما بگیره. این هم هست نیست؟ صد درصد این هست. یکی از ویژگی های رژیم جمهوری اسلامی است که آنچه را که اجرا می کنند و آنچه را که در صحنه بین المللی از خودشون نشان می دن کاملا متفاوته. یعنی میشه نتیجه گیری کرد که یعنی خودشون میدونن که کار اشتباهی رو دارن میکنن از نظر قوانین بین المللی و با تبلیغات این چنینی و یا پروپاگاندا این چنینی سعی میکنن که یک سرپوشی روی کارهایی که میکنن بذارن، ولی واقعیتش اینه که کسانی که مجریش هستن، حالا ببینید در این دوگانگی که در این رژیم جمهوری اسلامی هست، آنهایی که سعی میکنن که برای این رژیم در صحنه بین المللی آبرو بخرن و با آنهایی که مجری قوانینی هستن که مبتنی بر قوانین شرعیه هیچ وقت توافق نبوده، یه گروه کار خودشون میکنن، یه گروه دیگه سعی میکنن که این مسائل و مشکلات قانونی رو و حقوق بشری رو یه جوری یا توضیح بدن در موردش، این که اصلا در موردش نفی بکنن و اجرا نکنن و یا با تبلیغاتی که شیوه و نحوه عملش برای همه ما روشنه، یعنی دروغ رو انقدر بزرگ بگو که دیگران باور بکنن، سعی میکنن چه تبلیغاتی رو بکنن. یعنی نوی عمل شیعه حاکم هست و نوی عمل گوبلز هم بوده دیگه، نیست در آلمان هیتلری. خب چرا اساسا حکومت های اونطور، چه آلمان هیتلری چه جمهوری اسلامی، حالا فارق از این که یکیشون به هر حال آلمان هیتلری داره یه تکنولوژی بود، داره یک صنعتی بود که این صنعت رو در واقع در خدمت جنگ گرفت و کشتار مردم و فاجعه هایی که برای بشریت به وجود بود، به هر حال چه نیازی دارن، چرا باید یکی از ارکانشون دروغگویی باشه؟ برای اینکه خب این سوال حتما میدونم که این سوالی که میخواید جوابش رو خودتون بهتر از من میدونید که برای ادامه حیاتشون و برای اینکه پابند به یک ایدئولوژی خاص هستن، حالا این ایدئولوژی یا این باور، یه باور مذهبی است یا یه باور سیاسی است یا یه باور حزبی است و یا یه باور برتری نژادی است، فرق نمیکنه. به دلیل اون و برای این به کرسی نشاندن حرف خودشون ناچارند که چنین کارهایی که انجام میدن، هرچند که میدونن که برخلاف قوانین بین المللی است، برخلاف حقوق همه انسان هاست، ولی چون برای انسان های دیگری که باور اونها رو ندارند و با آنها هم عقیدا همراه نیستند، نه احترامی و نه حق زندگی و حیاتی رو قائل هستند، خب این چنین میکنند. متاها میدونن که در جهان امروز برای اینکه در صحنه بین المللی حاضر باشی، برای اینکه دیگران سر میز مذاکره تو رو بچونن، برای اینکه سر میز یعنی در واقع در بازی بگیرنت، باید بسیار از قوانین رو رعایت بکنیم. متا موقع که رعایت نمی کنن، دیگران که این چنین خاصی رو دارن در همون حکومت که میگم چند شاخه هستن، سعی میکنن که خلافش رو نشون بدن. و خب همین دو سه روز پیش خوده شما هم حتما در اخبار شنیدید که موقعی که اون گروه اتحاد برای مبارزه با داعش رو به راه انداختن، ایران و سوریه رو کنار گذاشتن و این دو کشور رو به این جمع راه ندادن و حتی خیلی ناراحت شدن، چون می‌خواست که جزء این گروه در صحنه آبروی بین المللی خلاصه باشن. منتها خب همچنان کار خودشون رو بکنن، ولی با دروغ‌هایی که میگن و پروپاگاندایی که میکنن، مقام خودشون رو در کنار دیگران که واقعا برای مبارزه دارن کار میکنن قرار بدن. اشاره بکنم به گوبلز، اس بودیم، شاید برخی از بینندگان ما آشنایی نداشته باشن که هیچ کدوم از ما آشنایی نداریم جز اسم این فرد که کشتارهای بسیاری کرد، مشاور و مسئول تبلیغات بود در دوران آدولف هیتلر و یکی از سهامداران دستگاه کشتار آلمان هیتلری که میدونیم جنگ جهانی دوم که هیتلر برافروخت و شرکاش چه کشتارهایی در پیداش، از جمله کوره های آدم سوزی که بیش از 6 میلیون
پیروان دین یهود 6 میلیون یهود رو بیش از 6 میلیون در اروپا کشتند و از مناطق دیگه ای که حتی به اروپا منتقل کرده بودند. برای برخی از بینندگانی که احتمالاً آشنایی نداشتند یادآوری مختصری کردیم. اما به زودی خانم سرشاری گرامی سازمان ملل متحد مجمع عمومی خواهد داشت در نیویورک. طبق سنت ها و قوانین و مقررات هرچه که از سازمان ملل رؤسای جمهوری هم از دیکتاتور دموکرات همه دعوت میشن. این امتیاز برای هیچ کس نیست. بسیاری دیکتاتورها آمدن در این سازمان ملل انشاهایی خوندن، از جمله قذافی ساعت ها وقت گرفت و چون این سرنوشتی پیدا کرد و بقیه. حسن روحانی هم قراره بیاد. با همه آنچه که میگن سازمان ملل بی خاصیت هست، اما به نظر میرسه در این دوران معاصر 10 سال آخر بی خاصیت تر از هر زمان شده در ارتباط با نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله در ایران. چون این هست یا نه اغراق‌آمیز هست؟ به نظر من اغراق‌آمیز نیستش، به دلیل اینکه نهاد سازمان ملل یک نهاد اجرایی که نیست آقای چرنگی و قانون گذارم نمیتونه باشه. به نتیجتا آنچه که از سازمان ملل بیرون میاد قطعنامه هاییست که معمولا کشورهایی که این قطعنامه ها رو برای اونها صادر میکنن زیاد اعتنایی به اون نمیکنن. تعداد زیادی از این کشورها بیانیه هایی که میدن همینطور، گزارش هایی که میدن همینطور، ولی خب سازمان ملل به عنوان نهادی که در اساسنامش این هستش که برای حقوق انسان ها و داشتن یا حضور دموکراسی در کشورهای مختلف فعالیت بکنه و این اصلا علت وجودیش بعد از جنگ جهانی که به وجود آمد این بود که جلوگیری بکنه از چنین رویدادهایی مثل این جنگ های جنگ جهانی اول و دوم، وظایف خودشون رو اونطوری که هست روی کاغذ هست انجام میدن. ولی من هم معتقدم که چیزی بیشتر از روی کاغذ نتیجه گرفته نمیشه. همین 2-3 روز پیش گزارش آقای بانکیمون اومد در مورد نقض حقوق بشر در ایران. هر سال گزارش میدن، هر سال هم سازمان ملل هم عفو بین الملل هم نهادهای دیگر حقوق بشری در مورد اینکه چگونه حقوق انسان‌ها در داخل ایران و رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی نقض میشه، اعدام‌های نوجوانان، تعداد بیشمار اعدام‌ها، مسئله اقلیت‌ها، همه اینها رو اشاره بهش می‌کنن. ولی اگر که این اشاراتی که می‌کنن و این بیانیه‌هایی که صادر می‌کنن، این گزارش‌های 100 صفحه یا 200 صفحه که در مورد آنچه که در کشورهای مختلف انجام میشه و نقض حقوق انسان‌ها همچنان ادامه داره منتشر نشه، سازمان ملل در واقع کار دیگری از دست ساخته نیست. این گزارش ها رو میده، ولی چگونه میشه این گزارش ها از مرحله سخن و گفتن و یادداشت و آمار به مرحله عمل در بیاد؟ در واقع شاید باید یک دوباره نگری در آنچه که سازمان ملل به عنوان یک نهاد داره انجام میده انجام بشه، برای اینکه دستش بازتر باشه، کاری بتونه بکنه. و یا اصولا سیستمی که سازمان ملل داره کار میکنه و انجام وظیفه میکنه شاید سیستمی است که اون رو به نتیجه نمیرسونه. حق به تو گذاشتن برای بعضی از کشورها و یا اینی که حقوقی که برای ورود به شورای امنیت اون کشورها لازمه یا کسانی که میتونن وارد بشن، کشورهایی که میتونن وارد بشن یا کشورهایی که حق وارد شدن ندارن، اینها همش یه مقداری شاید بعد از این مدتی که سازمان ملل انجام وظیفه میکنه و به نتیجه نرسیده و نتیجهش برخلاف اون چیزی بوده که پیشبینی میکردن، نیاز به بازنگری و یا یه نگاهی به درون و ساختار این سازمان رو حتما لازم میده. خب بله، یک آش شل قلمکاری که انواع اقسام آدم های تصمیم گیرنده در اونجا هست، از دیکتاتورترین تا دیکتاتورهای مختلف تا دموکراتترین و دموکراتهای مختلف. فراموش هم نمی کنیم که یک زمان حتی لیوی مسئول قسمت حقوق بشر در ژنو شده بود، عضو رسمی و حتی دوران کوتاهی هم نمایندشون مسئول این کمیته. اما نکته این هستش که سازمان ملل درست که یک جریان اجرایی نیست یا یک دستگاه اجرایی نیست، ولی گزارش ها در زمینه‌های مختلف در مورد کودکان، در مورد وضعیت بهداشت، سازمان های مختلفی داره، از یونیسف بگیریم تا بقیه ماجراها.
تنها بخشش که فعالانه عمل میکنه اونم نه کامل قسمت پناهندگان هست، UHMCR هست. شاید یکی از کارهایی که میتونه بکنه تقریبا تجدید نظر در انتشار این گزارش هست و اثرگذاری این گزارش هست. این گزارش ها در میاد، یکی دو روزنامه هم یه اشاراتی بهش میکنن، هیچ وسعت انتشاری نداره، در صورتی که در دهه 60 و حتی تا دهه 70 1970 و اوایل 80 باز یک مقدار وسعت انتشار داشت گزارش های سازمان ملل متحد. چون این نیست؟ خب این هم میتونه یکی از راهحل‌ها و راهکارهایی باشه که باید در نظر بگیرم. ولی در هر حال مسئله اصلی همونطور که هم شما اشاره کردید، هم من اشاره کردم بهش و خیلی هم واضح هست، اینه که کاری از این سازمان آنچنان که انتظار میرفت بر نمیاد الان و در نتیجه موقعی که ناامید بشن کسانی که چشم امیدی داشتن به نتایج و دستاوردهای این سازمان بهش نرسیدن، کار زیادی هم با این سیستم و این استخونبندی موجود و قوانینی که بر اون حاکمه از پیش نخواهند بود. خب موقعی که با خود سازمان ملل و مسئولین اون صحبت میکنن، مشکل مالی، مشکل پولی، مشکلی که به سری از کشورها حقوق سالیانشون رو که باید بدن و یا در واقع عضویت، حق عضویتشون رو که باید بدن نمیدن و اینا مشکل حقوقی دارن، نمیتونن کارشون رو گسترده بکنن، بهانه های خودشون رو هم مسئولین سازمان ملل دارن، ولی در واقع اینها هیچ کدومش دردی رو از کسانی که روزانه در سراسر دنیا دارن حقوقشون داره نقض میشه، دارن کشته میشن، جنگ هایی بی خودی که اتفاق میفته، تجاوز هایی که میشه و یا اقلیت هایی که از بین میرن، در این کشورهایی به کلی گروهی رو نابود میکنن و معدوم میکنن، برای اونها هیچ مشکل امروز به فرداشون رو حل نمیکنه، امیدی به آینده هم در اون دیده نمیشه. در نتیجه فکر میکنم که به طور دست جمعی و به طور جهانی مردم چشم امیدشون رو از سازمان ملل برداشتن، امیدشون قطع شد. یعنی ببینید حکومت هایی مثل حکومت ایران، آیت الله خمینی هیچ پنهان نکرد، بارها تأکید کرد که ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول نداریم و بقیه نکاتی رو که ایران موضوعات یا مسائل یا هرچی که هست، تعهدنامه ها، پیمان نامه هایی که ایران به عنوان عضو سازمان ملل برش امضا گذاشته. خب وقتی یک کشوری رهبرای از راه رسیدش قبول ندارن اون تعهدنامه ها رو، سازمان ملل چرا اساسا عضویت اونها رو لغو نمی کنه؟ به خاطر شهریه که میدن، پولیه که میدن، چی هست؟ یکی به خاطر اینه، یکی هم به خاطر اینه که خب بالاخره همونطور که گفتم بهتون، عملا یک نهادیست که کار آنچنانی نتونست انجام بده و بیشتری حالت نمادین داره بزرگش. موقعی که نمادین داره از اون کشورهای بزرگ که در جهان به عنوان کشورهای دموکراسی شهرت دارند و بالاخره نسبت به بقیه با مقایسه به بقیه دموکراسی در اونها و یا برخی از قوانین دموکراتیک در اونها داره انجام میشه، اونها هم برای سازمان ملل ارزشی قائل نیستن و کار خودشون رو و وظایفی که براشون انجام شده پیش بینی شده رو انجام نمیدن. کشورهای دیگری مثل جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی به قوانین اساسی خود کشور داخل ایران هم که خودشون رو از کردن به بسیار از اونها پابند نیستن، چجوری میخواد که به قوانین سازمان ملل که در یه هیته دیگه اصلا مشغول انجام وظیفه هست پایبند باشن؟ بله البته این هم هست، اگه سازمان ملل قرار کشورهایی رو که قوانین تعهداتشون رو اجرا نمی کنن اخراج کنه، شاید دو سوم اعضای سازمان ملل رو باید اخراج کنه. بله در این تشکیلات عریض و طویل رو ببندن به اصطلاح. اما صحبت از کسانی که بسیار که از کسانی که به کارها و دستاوردهای سازمان ملل اعتراض دارن، این صحبت رو هم میکنن، میگن آقا اصلا بهتره که این سازمان رو شما تعطیلش کنید، ببندید، به جای اینکه مثل یک نهادی که خیلی ها به اون امید میبندن ولی در نتیجه میبینن این قبلی که دارن بستش گیری میکنن اصلا مرده توش نیست، کاری ازش ساخته نیست. به اعتراض این چنینی هم میکنن، ولی
عملا من هم مثل شما در تمام این سالهایی که شاهد این آنچه که از سازمان ملل بیرون میاد و یا بیانیه ها یا نوشته ها یا اعتراضنامه ها میبینم که هیچ نوع دستاوردی از اون انتظار نمیره، حتی در شورای خود سازمان ملل هم موقع نشستهایی که انجام میدن و همین جلسات سالانه بیشتر با حالت یه ضیافت سالانه و یه دیدار دوستانه بین و بعدم بیشتر به آنچه که در راهروها و پشت پرده ها قرار مدار هدیو گذاشته میشه مثل اینکه میپردازن تا آنچه که عملا باید طبق احساساتشون انجام بده. برات شاهد یه چیزای دیگه هم بوده از زمانهای قدیم، از زمان خروشچف گرفته که کفششو در روی تریبون سازمان ملل زد تا بعدها که آقای رجایی نخست وزیر انقلاب بود و در زمان نخست وزیر ریاست جمهوریش بود آمد و ساق پای خودشو نشون داد با عنوان شکنجه شدن، و شاهد معجزاتی هم بوده سخنرانی آقای احمدی نژاد و خالی نوری که ظاهر شد و سخنان دیگه‌ای که آقای روحانی یا آقای آمده و درباره دموکراسی در ایران که میتونه الگوی دموکراسی برای همه جهان باشه و اینها صحبت کردن. و به هر حال که رژیم جمهوری اسلامی و سایر جمهور اسلامی بیشتر از این فرصت‌ها استفاده میکنن که یک گروهی از همراهانشون و کسانی که دلشون مخواد بیان یه گردشی در امریکا بکنن رو با خودشون به همراه بیارن. میبینیم که هر سال هم این کاروان طولانی تری میشه و بعدم اغلب خبرگزاری ها و خبرنگارا گزارش میدن از این که همراهانشون در حال خرید هستن در فروشگاه های بزرگ نیویورک و گردش و این حرفا و بعد برمیگردن به امید آنچه که اتفاق در این سفرها بیفته. فکر میکنم خودشون هم بله مسلمن بود حالا که فشار قرارم هست یک هیئت استقبال کننده به عنوان ایرانیان خارج از کشور در نیویورک تشکیل دادن که ظاهرن یه دیرم زیر این عنوان از ایران قراره بیارن و به عنوان مستقبلین رئیس جمهور. البته خوب هستن که سایی هم میرن استقبال میکنن. به هر حال سازمان ملل در سیستانی هم میرن اونجا در ضیافت های شانشون هم شرکت میکنن دیگه ایرانی ها. بالاخره یه چلو کبابی هم میدن به ملل. بله اصلا من خدمتتون فقط نکته اینه که این سازمان ملل با این ساختمان بلندی که داره از این همه دروغ‌هایی که زیر این سقف سازمان ملل گفته شده تا به حال فرو نریخته تا این بیش از نیم قرن، خب حیرت آور هست این سازمان ملل چگونه شد که هنوز پا برجاست. خانم سچو صحبت اقلیتاشو در نیمه اول برنامه صحبت دراویش رو میکنیم. دراویش هم در زندان هستن. درویشی که به لقمه نانی راضیست کار به جایی رسیده که ناچار شده اعتصاب غذا بکنه در زندان از ظلمی که برش میره. اگه بخواید یه تعریف مختصری از این حکومت ایران بدید چه خواهید گفت؟ که از درویش و بیدین و مسلمان و زرتشتی و بهایی و یهودی و نوکیش مسیحی و استاد دانشگاه و دانشجو و وکیل دادگستری و همه جور آدم در زندان داره. روزنامه‌نگار و نویسنده و استاد دانشگاه و نمیدونه وقت ما کمه، یعنی ساعت ها میخوان فهرست دارن. این حکومت رو شما چطور تعریف میکنید؟ یعنی بخواید حدیث که میگه که با ما نیست بر ماست، در نتیجه هم با کسانی که از نظر مذهبی تفاوت داره، هم کسانی که از نظر باورهای اعتقادی تفاوت داره، هم کسانی که از نظر سیاسی توی یه خط نیستن باهاشون، هم کسانی که به یه تهدید برای اونها به حساب میاد، همه اونها از نظر جمهوری اسلامی خطرن و چون خطر هستن به مبارزه با اونها مشغوله و به زندان انداختنشون و یا اعدامشون و یا کشتارهایی که طی تمام این سالها ما شاهدش بودیم. این کوتاه‌ترین حرفی که در وقت کمی که داریم میتونستم. سپاسگزار هستیم خانم سرشار گرامی. باز سپاس. شما ممنونم و دعوتتون و روز خوبی رو برای شما و بینندگانتون آرزو میکنم. با آرزوی روز و روزگاری خوش برای شما خانم سرشار گرام. به پایان این برنامه تفسیر خبر می رسیم. با آرزوی فردایی بهتر.
با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان و آسماری و الوند کوهساران تفتان زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.